چیره‌هایی ادبی فرهنگی هنری سیاسی و اجتماعی تلویزیون زرین تقدیم می‌کند. خداوندا شکرگزار هستیم که جهان را آفریده ای. هر آنچه خوبی هست برای بندگان خود لایق دیده ای. ما از خداوند خود شکرگزار هستیم. و طوری که گفتم خداوند جهان را آفریده و هر آنچه خوبی هست برای بندگان خود لایق دیده. ما تمام خوبی ها را به بیننده عزیز تلویزیون زرین و دوستان گرامی که ما را صفحه فیسبوک میبینه و دوستان برنامه ساعت بازرین لایق میبینم و شکرگزار هستم از خداوند که تمام خوبی ها را به دنیا آفریده تا بندگانش از او سوی استفاده بگیرند. بیننده عزیز تلویزیون زرین، بازم خوشنود هستم که بار دیگر در خدمت شما عزیزا قرار دارم. برنامه امشب ما یک برنامه بسیار خودمانی و بسیار بسیار بگویم که خوب است که همه شما خوشدود میشین و ما امشب از هنرمند بسیار خوش آواز خود دعوت به عمل آوردیم که تا با شما نزینا امشب با آهنگای لایف خود در خدمت شما باشد تا شما را بتوانیم خوشدود بسازیم در این دورانه که در این سالهای آخر که کرونا هم است و مردم همه در خانه های خود هستند زیاد هم دق آوردین. خب بخاطر خوشی شما امشب خلیل جان ساغر، هنرمند خوش آواز با استعداد، جوان بسیار بسیار مؤدب، مهمان برنامه ساعت بازرین است. بله بیننده عزیز تلویزیون زرین، فراموش نکنین که برنامه را با دوستانتون، کسانی که از فیسبوک ما را ببینن، شریک بسازن تا آهنگای لایف خلیل جان ساغر با هم یک جا ببینیم و لذت ببریم. خلیل جان ساغر، هنرمند خوش آواز با استعداد، جوان خیلی مؤدب، خوش آمدین در برنامه ساعت بازرین. از اینکه دعوت ما را پذیرفتین از شما یک دنیا سپاس. سلام و احترامات خدمت شما فوزه جان و یک سلام خاص برای دست اندرکارانتان که واقعا خدمات شایان میکشین در برابر هنرمندا و برای هموطنهای عزیز که واقعا قابل ستایش است و مرا امشب سزامند محبت دانستید و لایق ازی دانستید که با در حضور گرانبهای شما لحظات باشم. امید که لحظاتی که با ما هستین براتان خوش بگذره و یک سلام پر محبت و صمیمانه با حضور برنده های عزیز که واقعا همیشه مرا با تحریرات دلانگیز و خاطرانگیز خود افتخار بشیدن. یک جهان ممنون. تشکر. اونا هم واقعا خوش هستن که امشب طوری که از کامنت ها دیدیم، از لایک ها دیدیم، خوش هستن که امشب شما را با خود داریم و همچنان فکر میکنم که شما هم سوالات خواهد داشته باشن و آهنگای فرمایشی خواهد داشته باشن. من ناگفته نمانه که من از بیننده خود خواهش میکنم که اگر سوالات از خلیل جان ساغر دارن دست گیرین نوشته بکنن، حتما با پرسش میگیریم و خواندنایی که فرمایش دادن به ما پیش رسیده و خب حتما امشب خلیل جان بر شما این آهنگا را حتما میخوانن، لایف میخوانن. خب بیاین که همه منتظر هستن گفتشون رو آغاز بکنیم. خلی من میخوایم که در شروع از خلیل جان بپرسم که خلیل جان روزتان چطور بود؟ چی کردین امروز؟ کجا بودین؟ والا زرین جان، فوزه جان قند که قسمه که
به نظر می رسم، خسته به نظر می رسم. از کار آمدم پیشتر روز در کار بودم، طبق معمول کار می کنم هفته 5 روز دیگه. اگر امشب برنامه امشب ما قابل پذیرش دوستا قرار بگیرد بینندگان، زحمات ما به نتیجه نخواهد ماند. شما نام خدا بسیار خوب معلوم میشین. باید که هیچ خسته معلوم نمیشین. مثل همیشه نام خدا بسیار بسیار مقبول معلوم میشین. خب شکر که روزتان ما میگیم به خوبی تیر شد و خسته کار نباشین. خب ساخر جان، کم درباره خود معلومات بتین، در کجا زندگی میکنین اگر میخواین بگوین، بر علاوه که آواز خوان هستین دیگه چه مسئولیت دارین؟ فوزه جان، ما تقریبا بیش از 22 سال گذشته مقیم کشور هلند هستم، کشور شاهی هلند. در شهر ایندهوون زندگی میکنم. تحصیلات ما در افغانستان متعلم بودیم در لیسه عالی استقلال و با دیگرگونی هایی که ناگزیر، دیگرگونی های خانمانسوز، جنگ های خانمانسوز، ناگزیر کشور ترک کردیم. تای 22 سال در کشور هلند است. بسیار خوب، شکر که هستین، شکر که هستین. و ما هم بازم بگم خوش نیازم که شما رم شب با خود در برنامه داریم. خب گفتین که مکتب ابتدار در افغانستان تحصیلات خواندین و مدت زیاد میشه که در کشور شایی آلان زندگی میکنین، پس برای ما بگوین که شما از کجا آغاز کردین، چی چیز شما را به موسیقی و آوازخوانی کشان؟ ما در سنین 11 یا 12 بودم، تا جایی که یادم هست. بله. سنین شورانگیز مظاهر جان که واقعا در رگهایم دمید و ما به هنر موسیقی رجوع کردم. خرد بودم در کاخ مرکزی پیشاهنگان، اگر باید داشته باشیم. اونجا رفتم، از طریق برادرم مرا برد، اونجا ثبت شدم و در انجمن موسیقی و رشته پیانو تدریس گرفتیم. بعدا کشوره که ترک در ناگفتن امانه در دوران دکتر سید نجیب، یک دو پارچه میهنی در انسجام دیگر کودکانم در تلویزیون داشتیم، رو تلویزیون تصویری بوده. البته بعدا که باز مهاجر شدیم دیگه، باز پیش خود همیشه موسیقی را به شکل آماتور که هارمونیا تقریبا 25 سال پیش براتون میکنم که هارمونیا برای خود گرفتم و همی اشعار هم از ایرجان بود و همی موسیقیش بود که تنین دلانگیزش بود که ما زیاد علاقه پیدا کردم و هم میخواستم اولین هنرمند را که ما گذاشت آشنایی پیدا کردم هم از ایرجان. باز بعدا استاد ناشناس بسیار علاقه مندش بودم هستم و دیگه سایر هنرمند های دیگه هست که واقعا همه شان افتخارات از حبت انبوه جامعه هستن. دیگه ما از اون وقت شروع کردم هنر موسیقی را در سنین 12 بودم تا حال. گرچه ما شما اگر یک مملکت آرام می داشتیم، شاید بیشتر مصدر خدمت برای جامعه هم میشتم از طریق هنر خود، ولی بازم کوشش میکنم که دوستداران و علاقمندان آوازم که واقعا همیشه مرا رونوازی، دلوازی، کوچک نوازی کردن، افتخار بخشیدن ابانان عزیز را که ما تا افقهای هستی از همشون سپاسگزار است. خب خلجان، شما از احمد زایر جان یاد کردین و از استاد ناشناس یاد کردین، سبک موسیقی شما، سبک خود شما کدام سبک است؟ فوزه جان، ما هنر موسیقی را از احمد زایر جان آغاز کردیم. در نخست آهنگای احمد زایر جان را میخواندم، بعد از این برای یک مدت خانه‌های ناشناس زیاد میخواندم و زیاد، ولی بیشتر بمی احمد زایر جان بمی شکل آماتور و موسیقی لایت همیشه زیادتر خوشم میام، میخوایم که
آوانگاه شما. بسیار عالی. خب و شما گفتین که اولین بار که آشنایی پیدا کردین با آهنگای همزاده جان و با خود همزاده جان آشنایی پیدا کردین، البته با آهنگاش آشنایی پیدا کردین. کدام آهنگ بود که اولین بار شما او را زمزمه کردین و کدام آهنگ بود که از همزاده جان شنیدین؟ اولین آهنگ همزاده جان که من خواندم زمزمه کردم کیستم من رهنورد بود. بله بله، این آهنگ بود که من از این آهنگ شروع کردم. ما سابق که بود فضل جان قند، ما بودم رفقا بود، به یک مدت در پاکستان هم زندگی کردیم. ولی اون وقت ما زیادتر به سپورت رسمی علاقه من بودم و همیشه سپورت رسمی طرف پاکستان که رفتیم همیشه میخواستم که در آینده یک ورزشکار بسیار خوب باشم، که شکر الحمدلله از التفات و نعمات پروردگار عالمیان برخوردار هستم و ورزش تکواندو را به حساب مارشال آرت پیش بردیم. و دیگر که میشه باز ورزش باز میرتیم خانه بود، بچه بود، طبله نواز بود و هرمونیه داشتیم، طبله بود، باز میشتیم خانه رای مزار جانه یکان خاندانشم. ولی یک اولی خاندانش که بود کیستم من رانه بردم. بسیار عالی، بسیار خب. گفتین سپورت میکنین، تنها تکواندو میکنین یا کدام نام؟ خدا سپورتی خب معلوم میشین. تنها تکواندو میکنین، کما که استان بترسین دیگه، خدا گوشه بگیریم. ولی باور میکنی که باز ما اولین درس ما که در ورزش ما خودم ما تدریس میکنم که لپا در پاکستان تدریس میکنم تا کمربند سیاه کار کردیم، اولین درس ما که بود فوزه جان، اولین درس ما مالاین استاد میادم، من هم میره استاد محمد استاد چون که فبرین درس تانه هست، شما باید بسای ترام داشتن باشیم به یک نفره که در بیرون میبینین. اولین درس بوده نمی هست که باید از دست پایتون کار نگیرین در بیرون. ورزش به خاطر زی نیست که برو سر مردم بزن یا سر مردم خدا نشان بده کاکگی و گپاکو. دیگه باز ما ورزش پیش بردیم سر در پاکستان، باز آلان که آمدم دیگه باز یکمک کاری گپا ناگزیر کار زیاد شد و فعلا هم خوب است، ورزش میکنم ولی تکواندو نمیکنم، مگان زرا به خاطر صد مگان زرا فتنس میکنم. خیلی خطرناک نیستن، نه ترسیم. من خاک باز توسن، خاک پای خانمه هست، من برای شما سای ترام دارم. خب شوخی کردم با شما، شکر که هستین واقعا سپورت بسیار یعنی برای هر انسان مفید است و لازم است که سپورت بکنن و شما هم نام خدا سپورت میکنین و سپورتی هم معلوم میشین. خب بیاین که فکر میکنم که بریندام منتظر هستن زیاد از همزایر جان گفتیم، همزایر جان گفتیم و تا جایی که میریم شما هم خانگای در کم بریندام برای ما زیاد مسیج کردن که خلی جان هانگای همزایر جان بسیار بسیار مقبول میخوانن. بیاین که خیلی اگر آماده هستین که اولین آهنگ امشب اجرا کنین با بریندام عزیز تلویزیون زرین، چطور آماده هستین خلی جان؟ با کمال میل هزار کرد و هر دو دیده صاحب، چرا نه؟ خب خیلی دوباره آهنگ ما چیزی نمیگم، آهنگ که بریندار شنیدم باز دوبارهش میشه که تفسیر بکنین. خب شما بفرماین پشت مایک برین و تا که خب شما پشت مایک میرین و ما ببینم که بریندار های ما خب بله. خب آهنگ آماده است پس؟ آهنگ آماده نشر است، بریندا خلی جان آماده هست و ببینیم که کدام آهنگ با شما اجرا میکنه. بله اوکی بریندا عزیز، من ببینم که بریندای ما اگر همکارای ما در اگر مرا کمک بکنن سوالات برای ما روان بکنن و همچنان ازشان خواهش میکنم که اگر سوالات هست برای ما روان بکنن مرا کمک کنن تا خلی جان آماده آهنگ میشه و تا آهنگ خود لایف بخوانن. من میشه که کومنت های شما نازنینا رو بخونم اگر سوالات باشه. بله خب فکر میکنم خلی جان آماده است، اولین آهنگ با هم میبینیم کدام آهنگ برای شما لایف اجرا میکنن، بعدا ما حتما کمنت ها و سوال های شما نازنینا را حتما میگیرم. خب بیاییم که از آهنگ خلیل جان لذت ببریم.
به به، نام خدا نام خدا، چقدر مقبول آهنگ که من هم اگر راست پرسان بکنین یا آهنگ دیر با چونیدم، واقعا آهنگ مقبول و خلی جان نام خدا بسیار بسیار مقبول میخوانن و آهنگ بسیار مقبول اجرا کردن و بنیده هم خیلی خوش کردن. خب آهنگ بسیار مقبول بود و همچنان خلی جان نام خدا صدای خودتان هم بسیار بسیار مقبول است و آرزو دارم که بنیده عزیز تلویزیون زرین و بخصوص برندایی که برنامه ساعت بازاری نمیبینن از آهنگ لذت برده باشن. من خب بسیار بسیار خوشم آمد. خب و همچنان بیننده ها سوال کردن و آهنگ خوش کردن. همکارای من حتما حتما سوالاتی که بیننده ها مطرح میکنن به من میرسانن و من هم از شما و پرسش خواهم گرفت. خب از خلیل جان البته که خب ببینم که بینیدا کدام سوال روان کردن و چی گفتنی ها دارن درباره آهنگی که خلیل جان امی لحظه برای ما و شما اجرا کردن. بله خب اما توصیف تعریف کردن آهنگ. بله خب خلیل جان. بله فوزی جان، یک جهان ممنون از اما دوستایی که بینیدا هستن و تازه پیوستن. از یک هر کدامشان مکررن سپاسگزاری های شایان می نمایم که واقعا افتخار بخشیدن و بیننده برنامه امشب ما هستن. بله و همچنان آصف جان کریمی آهنگ بسیار خوش کردن و همچنان خواهش کردن که اگر امکان دارد آهنگ احمد زایر امر چون قطره عشق. خب اتمن اگر آماده بودن اتمن براتان میخوانه ای آهنگ. و همچنان پیمان جان لغمانی گفتن که فوزی جان عزیز میمانتان بپرسید که تنها خودش در فامیل آوازخوان است یا کدام اعضای فامیلشان هم آواز میخوانند. خب این سوال جا بتین باز بادن در باره آهنگی که اجرا کردین کم معلومات بتین خوب خواهد شد. لغمانی سوال کردن که آیا کسی دیگه هم در فامیل شما آوازخوان هستن؟ چون یک دنیا ممنون از اینکه از حضور گرانبهایشان تشکری میکنم. ما با سوال ایشان پاسخ روان می نمایم که با کمال تاسف که در فامیل ما و نرمند کس نبوده از طرف پدر و مادر. ما یک در هنر موسیقی رجوع کردیم و در پهلوی ما باز در اعضای فامیل کسای دیگه بودن که علاقه مندی پیدا کردن و خواستن که یکمک یاد بگیرن هنر موسیقی را نواختن خواندنیم. بسیار عالی. خب باشید که مامی نام خدا در شروع قدر سوال هست خلی جان دیگه باید خوب آمادگی داشته باشید. بسیار بسیار میبخشیم. بسیار بسیار تشکر تشکر. خب آصف جان نازنین خوش شبانه مهربانم، من نامشون رو به خانش گرفتم و حتما فرمایشی که دادن حتما حتما چرانه بردیده حتما آهنگی که فرمایش دادیم وقت بود حتما خلی جان میخوانن. و همچنان دکتر شیما جان رسول از عالم سوال کردن خلی جان میشه که کدام آهنگ مستم بخوانین؟ حتما چرانه. بله میخوانیم. بله بله. و همچنان کارمند نجلای نازنین سوال کردن که ساغر محترم از کدام سال به آلند آمدین؟ یعنی منظورشون در کدام سال شما بله در آلند آمدین و زندگی میکنین؟ میشه که جواب بده؟ بله خواست ایشان یک جهان ممنون که برینده بستن و حضور گران با ایشان تشکری میکنم ایشان. دورانی که ما به هلند آمدیم امو وقت اگر متوجه باشین رش افغانها بسیار زیاد به طرف هلند می آمدن بله. که در وقتی که ما به هلند آمدیم به حساب پناهجویی بله. واقعا نوکم که ما زندگی میکنیم نام خدا بسیار افغانها بود. در سال 19 آخرای 1998 آمدیم. بله در سمت شمال بودیم. بسیار عالی. خب امیدوار هستم که نجلا جان کارمند نجلا نازنین شبانه فریخته جواب سوال خدا گرفته باشن. همچنان رویا جان نازنین شبانه فریخته خوش هستم که در نشرات تلویزیون زرین هستی و برنامه ساعت بازرین یک جا با ما و با بینیدهای دیگر بینیدهای بسیار بسیار مهربان تلویزیون زرین میبینی. نوشته کردن که آهنگ چشم نوری آب انگوری از مختار مجید را بخوانید لطفاً.
اتمن چی میگن ساغر جان؟ اگر آماده بود اتمن، آماده یا دیاهنگ بودین اتمن میخوریم. اتمن انشاءالله بخیر. تشکر میکنم که مرا لایق محبت خود دانستان. اتمن برشان شرانه. بله رفی جان، نقشبندی از لندن سوال کردن، گفتن که خلیل جان در کدام شهر الان زندگی میکنی؟ اگر میخواین خب بگوین جواب بدین، اگر نمیخواین بگوین جواب. ممنون از حضور گرانبهایشان. حضورتان گلگون باد برادر ارجمند ما. ما در شهر ایندوون هستم، شهر ایندوون نزدیک فنلو و سرعت آلمان میشه دیگه که به شهر ویرسن یا مونشنگلادباخ آلمان نزدیک. بله خب، و ما خوش هستم که تمام بیننده ها امی لذت شما را میبینن. بازم سوالاتشان که حتما ام کارهای نازنین ما با ما میفرستن و ما حتما از خلیل جان ساغر به پرسش میگیرم. خاطر همه شما جمع باشه. بله و محترم زراب گل که بسیار بیننده خوب تلویزیون زرین هستن و بخصوص برنامه ساعت بازرین، که من محترم زراب گل هم احترام دارم و هم خیلی دوستشان دارم. فوزیه جان خواهر از میمان پرسش دارم که گای عاشق شدن؟ واو. خب و تا جایی که میفهم که خلیل جان اقدر به سوالای چنین من نمیفهم. خلیل جان خود دیگه زراب گل بسیار یکی از بیننده های تاپ ترین بیننده برنامه ساعت بازرین است که همیشه از فرانسه اینا برنامه ما را ببینن، از کشور فرانسه، و در هر هفته اینا حاضر هستن. یکی از بیننده بسیار بسیار خوب تلویزیون زرین و بیننده برنامه ساعت بازرین. باشه با عرض پوزش که من خواهر ما را سوالشان نه اینا برادر ما بودن. ما هم قدر سر برشان میخوایم بگویم که کس عاشق نباشه. و من خاک پای هنرمنده هستم، ولی کس اگر عاشق نباشه خواندام نمیتونه قسمم از ارجان موره که واقعا یک از سینه لبریز از متانت و صباحتی که داشت با یک سوز که میخوان بسیار درد داخل وجودش نفته بود صاحب که او همونتر با سوز که میخواند. و از ارجان یک چیز است که فوزی جان، کسانی که از رویت یک امک شوخ طبیعت میباشن اونا در داخل خود یک درد اندرمی دارن صاحب. و از ارجان ما خو خاک پای از گرد پاش هستم، ولی آدم که درد نداشته باشه و عاشق که نباشه دیگه امیدوار هستم که جواب سوال خود گرفته باشم. بله اینا محترم زراب گل برادر ما از فرانسه بودن، زراب گل از فرانسه که واقعا بیننده بسیار عزیز هستن. ما درامات تقدیم شد. بله و همچنان نفیسه جان غالب شاعر خوشنویس وطن ما که از بوداپست همین لحظه ما شما رو میبینن، که واقعا من نفیسه جان غالب شیرایش دوست دارم، خودش دوست دارم، بیننده برنامه هستن. گفتن ساغر محترم اولین آهنگتان چی نام داشت و در کجا اجرا کردید؟ پیشتر اینا در شروع نفیسه جان جواب دادن که آهنگ. خب میشه که اگر بازم شما کم معلومات بتین ساغر جان درباره خواهر فرزانه و فریخته ما را درودها. ما آهنگ اول ما که بود آهنگ مزایر جان بود، و چون اگه ما شما شاید حال هستن که هر هنرمندی که در افغانستان شاید یک تعداد محدود باشه که یک مکتب دیگر را پیش میگیرم، ولی 90% مردم که من فکر میکنم از آهنگ های مزایر جان اونا شروع میکنم. من آهنگ اول که بود نکیستم من را نورد بود شروع کردم. بله نجلا کارمند نازنین شبانه فریخته و مهربان سوال کردن که از کدام سال شروع کردن. ساغر جان در شروع گفتن که 12 ساله بودن. بله ساغر جان غلط خو نگفتم. بله 12 ساله. درست میفرمایید. بله اونا 12 ساله بودن که آوازخوانی را شروع کردن. و همچنان محترم صفی پامیر دوست نهایت عزیز، شخص بسیار فریخته که من باشن احترام دارم، از آلند سوال کردن. ساغر عزیز سوال نمی کنم، یک سوال خدمت شما دارم. در مسافه 25 کیلومتری ما قرار دارید، موفق باشید. این همسایتم پیدا شد. برادر بزرگوار ما را درودها. فقط برادر کوچکتان در خدمت است، هر امر خدمت باشه فقط در خدمت هستیم. اگر علاقه منی داشته باشید به هنر موسیقی و به حساب خواندن یا شب نشینی یا چیز، بازم یک جوار ممنون از حضورتان. شکر.
بله خب همچنان نرگس جان قاری نازنین، شبانه نازنین و مهربان قشنگ برنامه ساعت بازارین نوشته کردن فوزیه جان از خلیل جان سوال دارم که از شعر کدام شاعر استفاده میکرد. حتما درباره این سوال هم خلیل جان ساغر پرسش خواهد داد. خب و همچنان باز خب بعدا حتما سوالای دیگر هم میخوانیم. بیر خلیل جان منتظر هستن، من نمیفهم که اول آهنگ مست اجرا میکنین و یا ای که خب دلتان کدام آهنگ دیگه تانه، هر کدام که میل خود شماست که میخواین که اجرا بکنین ما به خود شما میگذارم که کدام آهنگ اجرا میکنین، بخاطر که بینید آهنگ مست فرمایش دادن و همچنان خب تمام و سوالات هم نام خدا بسیار بسیار زیاد است. ما کوشش میکنیم که سوالات تمام بیننده عزیز خدا با پرسش بگیرم، خاطر هر کدام شما جمع باشه ای زرین شما هم نامای شما را میخوانه و خلیل جان و هم سوالات تانه ازش پرسان میکنم. سوالای خدا پرسان نمیکنم، سوالای شما را پرسان میکنم. اوکی خب خب خلیل جان، محبت شما و دوستای گرامیم در این قسمت یک آهنگ هم از زهر جانه که خوب است با تال کمک مستر نواخته شده، خوانده میشه، میره سابقا خوانده بودم و میره برشان میخوانم، امید که مورد پذیرشان واقع گرده. بسیار خوب بیننده عزیز تلویزیون زرین، خلیل جان آهنگ دومی خدا بر شما اجرا میکنن که کاملا لایف میخوانن براتون و ما هم ببینم که من همکار خود خواهش میکنم که کامنت های بیننده ما بر روان بکنن و سوالاتشان بر روان بکنن و حتی بله زرین تعریف کردن رو روان بکنن که بخوانم شوخی و اگر که خب منظوری است که اگر ساغر جان تعریف کرده او رو روان بکنن که تا ما بتانم برای ساغر جان بخوانم و ما از هر یک شما سپاسگزار هستم که شب برنامه ساعت بازرین میبینین و هنرمند خوش آواز خوش سلیقه که واقعا بسیار بسیار بچی مؤدب و بسیار محترم هستن امشب با خود داریم در برنامه ساعت بازرین خلیل جان ساغر عزیز که همچنان با آنگای لایف خود امشب شما را هر یک شما را میخواین که خوشنود بسازن و با شما باشن. خب آهنگ خلیل جان حتما آماده اجرای آهنگ دومی خود است و بعد از آهنگ بازم در خدمت شما است. فراموش نکنین که امشب تمام آهنگای خدا بر شما لایف میخوانن، کنسرت لایف ساغر جان تا آخر با ما بیننده باشید و همچنان میتونین که تلویزیون زرین از وبسایت تلویزیون زرین هم مشاهده بکنین و ببینین و از طریق یوتیوب هم میتونین ببینین و از طریق وبسایت تلویزیون زرین هم میتونین امی دقیقه امی لحظه کاملا مستقیم برنامه لایف امشب ما را ببینین. خب
شد چون رنگ مایا روزم سیاه شد چون رنگ مایا عزیزم بیادم عزیزم بیادم شبهای ظلمت با قلب بارم آیم و سایم جویم ترامن جویم ترامن بایم ترامن با نامینی آیم و سایم جویم ترامن بایم ترامن با نامینی آیم و و نام خدا، نام خدا بسیار مقبول، بسیار مقبول. تا که بخیر خلی جان در جای خود بیاین، من باید یک کومنت بسیار مقبول بخوانم که چقدر مقبول نوشته کردن. بله، شکریه جان لطیف از لندن نوشته کردن که هنرمند خیلی عزیز آقای ساغر گرامی، امین قدر که زیبا میخونید زیبا صحبت میدارید، واقعا به زیبایی برنامه امشب درخشش بخشیده اید. همیشه موفق و شادمان باشید. به به، چقدر کومنت مقبول از شکریه جان لطیف که از لندن بنینده هستن. دنیای سپاس میکنم و همچنان میگم که شکریه جان لطیف نازنین، شبانه قشنگ، خوش آمدید در نشرات تلویزیون زرین برنامه ساعت بازرین. و ما براتون خوش خبر دادم که بعد از شما میتونین که بخیر نشرات تلویزیون زرین فقط در تلفن‌هایتون یک کلیک بکنین و ببینین و از وبسایت تلویزیون زرین همچنان میتونین که برنامه تلویزیون زرین بعد از ببینین. و اگر واس کسانی که علاقه داشتن و میخواستن که برنامه ساعت بازرین ببینن، همون شبه که بر ساعت بازرین برنامه داره در تلفن‌های هر کدامن فقط یک کلیک بکنین برنامه ساعت بازرین میتونین ببینین و تمام نشرات تلویزیون زرین فقط در تلفن‌های دستیتون در هر کجایی که باشین میتونین ببینین. باز بعدن بخیر من اعلان میکنم و کاملا آدرس در خدمت شما نازنینا قرار میدیم. هنوز یک روزه که دیگه منتظر باشین تا که تمام چیز درست میشه. خب و بازم خب خلی جان، شما کامنتی که از شکریه جان لطیف بود از لندن شنیدین که خواندم؟ بله بله، واقعا خواهر ما یک جهان سپاس، درودها نثار فطرت والایشان که واقعا شخصیت در خور ستایش و مهرآفرین هستند که کوچک خود راهنوازی نمودند و افتخارات شایان عطا فرمودند. تشکر از جهان ممنون. بله، و همچنان ببینم که خواهر نازنین ما شبانه بسیار فرخته و مهربان محترمه نجات، خلی جان قصدار از خواندن زایر ویدا هستید. خواهر ما را درودها می فرستم از قله های متباعد. ما دلابلای برنامه امشب حتما یک خواهنگ است و درمند ماندگار ما را استوره هنر افغانستان زایر جان ویدا را حتما برشان اجرا میکنم. امید که قابل پذیرشان قرار بگیره. بله، و همچنان بازم پیمان جان لغمانی سوال کردن ساغر عزیز کدام رنگ را دوست دارید؟ حتما ساغر جان بر شما میگه کدام رنگ دوست دارن و هی هم فراموش ما نمیشه. و بله، ببینم که خواهی توست شما بگوین کدام رنگ دوست داره که ما ببینم دیگه کدام کمنتار رو بر شما بخانش میگیرم. بالا رنگ ها که هست، هر رنگ از خود یک زیبایی داره. فوزه جان، ما سابق خوب بود زیادتر رنگ سیاه و شطوری که یک کامبینیشن با هم دیگر داشت زیادتر من خوش داشتم در جوانی. نو جوان نیستن؟ نو جوانی رو براتون میگم زیادتر رنگ شطوری خوشم میاد که سیاه، ولی هر رنگی که ما شما میبینیم یک زیبایی خاص داره، ولی فعلا زیادتر رنگ سیاه و فولادی. بسیار مقبول، رنگ سیاه و فولادی رو خوش داره پیمان جان عزیز. و همچنان بله
نوشته کردن ماشاءالله. بسیار برنامه عالی است فوزیه جان عزیز، آرزوام که انشاءالله همیشه همینطور موفق باشید، تیسات و درکتان در قبال مردم و ملتان قابل قدر و ستایش است. افتخار ما و تمام ملت غیور افغانستان هستید فوزیه جان. من از شما جهان سپاس میکنم، ایذرین شما خاک پای عالم است و شما هستیم که ما هستیم، ممنونتان و شما هر یک به من عزیز هستیم و من به هر یک شما بنیندای خود میبالم و مینازم که چنین فریخته ها را در تلویزیون زرین و در برنامه نشرات برنامه ساعت بازرین داره. ممنونتان. خب بله، واسه صفی پامیر عزیز، دوست گرامی، شخصیت بسیار عزیز، عزیزتان جان سپاس میکنم، ممنونتان، تشکر از اینکه توصیف تعریف میکنین خود شما، هر یک شما خود قابل توصیف تعریف هستین. میفهمین خلیل جان، محترم زرامگل که از فرانسه همی لحظه ما را میبینن و میشنون، نوشته کردن که خلیل جان ما میخواییم که شاگرد شما شوم در بخش موسیقی. قربان شما، اول خود اترامات خدمت شما برادر بزرگوار ما، تاج سرم هستین، ما گرد پایدان هستم، فقط شما که افتخار میبخشین ما لقب استادی را خونه ایخ، ولی مانند یک دوست بسیار خوب چرا نه ازار کرد. ما چیزی که اندوخته هایی که خودم دارم و چیزی که می نوازم خوانده می دارم نصار هر هموطن مرکز که بخواهیم اکدش کمک. بله خب، و همچنان دوباره که گفتن چند آهنگ از خود دارین، بین که بسیار جالب از برای بینید، اگر در یک قسمت معلومات بتین که آهنگ دارین و آمادگی دارین، کلپ ها دارین، کم معلومات بتین تا بینید ها زیادتر روشندتر شوند و یا که شما بخواهید که زیادتر دوباره که موسیقی میکنین چی هستن. و همچنان پیشیده که شما در این باره معلومات میتونیم، من بازم از خوار نهایت نازنین و میربان شبانوی و شدخت فریخته که امشب ما رو میبینن، خوار گرامی نجما نجات نازنین دنیا سپاس میکنم که امشب برنامه ساعت بازری نمیبینن، و امو خوار ما که گفتن که نجما جان که خلی جان قصدار یک آهنگ از زندیات زایر ویدا هستن. خب میشه که شما معلومات تانا بتین و بعدا باز میریم اتمن روی آهنگای دیگه. خب یک جهان ممنون از خوار ما، خوار شکومند و برمند ما که واقعا افتخار باشیدم. ما کارهای زیر دست فعلا خوب، و یک چند وقت پیش من امرای استاد چاتکام با تماس شدم، اونا بسیار افتخار باشیدن، سر زد بخشیدم. خداوند پاک، از بارگاه خداوند پاک نیایش میکنم که همیشه ایشان را در پناه خود دور از گزند و حوادث روزگار صحتمند، سعادتمند و رستگار داشته باشد در کنار فامیل محترمشان. آنها واقعا زحمت کشیدن، یک کمپوز برای ما برستادن و یک شعر بسیار مقبول که ما توافقهای استی از ایشان سپاسگزار هستم، که واقعا یک شخصیت بسیار ناب هستم. استاد شادکان با بسیار به حد اندازه ما علاقه مندشون از دوران طفلتمون بودیم و واقعا شخصیت بسیار محبوب هستن. بله، اونا یکی از گنجینه های موسیقی کشور هستن. بله ها، یک کمپوز برای ما روان کردن، ولی ما فوزه جان باور میکنه که ما یک ذره تنبل هم هستم و دوم دیگه ما کار پنج روز کار میکنم، ولی خب کوشش میکنم که در امی آینده های نزدیک از خود. خب ما قصه زندگی ما بسیار در مدراد است، من سابقا بود صاحب کلپ های ویدئویی، من همراه هلندی ها استودیو هلندی بود، من همراه شما همکار بودم صاحب. بله، من کلپ های ویدئویی تقریبا 4-5 کلپ تصویری دارم که واقعا تقریبا 10 سال پیش قصه براتون میکنم که بسیار مجهز با نوازنده ها و با بسیار متوگان چیزایی که سابقا بسیار مردم استفادهش میکرد، مشم لیموزین و یکان چیزای دیگر. خب ولی حساب یکان بانوها را می آوردن، ولی ما بزن کلپا دارم، ولی ما نشرش نکدم. کلپا پیش خودم هست، نشرش نکدم. بسیار معضلات زندگی هست که آدم نمیتونه، ناگزیر می شدم که او را پیش خود نگاه میکنه، که ما دارم، ما کوشش میکنم در آینده ها چیزی را برای مردم، برای دوستای عزیز خود، برای هموطنان عزیز خود، برای که واقعا مثلا قابل افتخار است همشون، چیزی را پیشکش کنم قابل پذیرششون باشه و چیزی باشه که ماندگار باشه، باورجا بانن. دیگه کوش میکنم که از خود یک چیز جور کنم. ما کمپوز خودم هم تیار کردیم، ولی ما بیشتر براتون که یادآور شدم که کمک تنبل هستم، دیگه کوش میکنم اگر اشعار خوب مقبول پیدا کنم
و کامپوزای را خودم جور کردیم و را باید ما خودم جور کنم چیز نو باشه. بسیار عالی، بسیار عالی. و همچنان باز هم آصف جان کریمی شبان قشنگ مهربان من گفتن که مرا آهنگ مرا چون قطره اشک از چشم من داختی رفتی. اطمان ساغر جان اطمانی آهنگ بر شما اجرا میکنن و امشب در خدمت شما عزیزا ما قرار داریم. خب ساغر عزیز، شما هم گفتین که خب محترم شادکام بر شما کمپوز دادن، بخیر اطمان آمادگی میگیرین و مصروف همی کلپ هم هست تا جایی که من با شما هم در رابطه صحبت هایی داشتم. شما خودتان در میشه که اندکی در رابطه با کپی خانی معلومات بدین، چقدر محصر است، چرا کپی خانی زیاد در این اواخر مورد توجه مردم قرار گرفتن؟ بله، خب فوزه جان، من خودم طرفدار کپی خانی نیستم. و تا یک وقت که آدم پیش خود میخوانه، یکی است که آنها را به شکل مسلکی پیش میبره، یکی است که به شکل عرفوی یا به شکل رقم پیش میبره که شوقی پیش میبره، بعضی کسا هست که مسلکی پیش میبره. ولی کسی که مسلکی پیش میبره باید از خود اشعار مقبول داشته باشه، کمپوز مقبول داشته باشه. کپی خانی، من طرفدار کپی خانی نیست. مثلا ما بسیار اندوخته های بسیار هنرمندایی داریم که واقعا به حد اندازه اندوخته های هست که اونا میتونن که از خود یک مکتب ایجاد کنن. فوزه جان، یک مثال براتون میگم که اترامات خود براشان میرسونم. سید مرجان آقا صاحبه که سطمندی وجود مبارکشان از بارگاه عزت منان تمنا میکنم در انسجام فامیلشان همیشه خوش و آرام باشن. بسیار اگه آواز مقبول دارن، بسیار اونا میتونن که نواوری ها داشته باشن، یک چند کمپوزه که خودشان جور کرده صاحب، که حتی کمپوز خودش که همین قدری به نام خود کشید در تلویزیون کلیپ جورش کرد، ولی کمپوز همی که یادت بخیر باشد خوجه صاحبای کابل، خواندن سید مرجان است که سید مرجان به شکل خوانده که محفلی خواندهش ولی نخوان تو چیزش نکده که به حساب و استدو بکشش. و یعنی به این رقم اشخاص ها، هنرمنده و اشخاص که هستن که واقعا افتخارات از بات هستن که باید در جامعه آهنگایی داشته باشن. و اون ببینین که سید مرجان هم همیشه خواندنهای مزایی را میخونم، بسیار خوش دارم. ولی هر کس که میتونه باید از خود اگه چیزی جور کنن، از کپی خونی که نواوری ها داشته باشن، به حساب خواندنهای نو باشه، کمپوزهای نو باشه، آدم میتونه که یک چیز بهترتر برای جامعه پیشکش کنه. خواندن هم مزایی را میخونم، ولی یک نفر خواندن مرا بشنوه میگه من چرا مزایی را نشنوم، تو را بشنوم. خب یک چیز هست که آدم باید کپی نخونه به نظر خودم. تو یک وقت بخونه فوزه جان، ولی پس یک میکنه رای خود که پیدا میکنه، باید دیگه باز دیگه کپی دیگه بخونه، اگه اون خوندن تو چیز بخونه. ولی همیشه نه که دیگه همیشه از سرش ابتدا تا انتها فقط اون کپی خونی باشه. بله، خب و همچنان ما رایل جان نازنین که از امریکا همین لحظه ما را میبینن و میشنون، بینین دستان درود میر تقدیم میکنم. خوشنود هستم که رایل جان نازنین قشنگ ما برنامه ساعت بازارین میبینن و زارین هم خیلی خوشنود است که رایل جان امشب در برنامه هستن. بله، و باز هم کارمند نجلا سوال کردن که از به کدام آلات موسیقی شما زیاد علاقه دارید، در محفل ها به امرای کدام، با کدام، در کدام، یعنی منظورش از با کدام آلات موسیقی آرامتر هستن؟ ما خواهر گرامی ما یک جوان ممنون قربانشان شخصت در خور ستایش عالی هستم، تشکر. ما فوزه جان زیاد علاقه با گیتار دارم، آواز گیتار بسیار سرمه خوش میخوره، یکی آواز گیتار و یکی آواز طبله به حد اندازه خوش دارم. ولی گیتار ما درسش گرفتم، متاسفانه که برای ما نشد دیگه، پشتشم نگرفتم. ولی من پیش اگالاندی رفتم درس گیتار رو میگرفتم، مشکل است مگم همه دست چپ من یک اکوردو رو گرفتن نمیتونستم. بله، باز دیگه فیلم می آغاز کردیم از پیانو و کیبورد هرمونیه، فیلم نمی هرمونیه می نوازم. بله، خب من بازم یک کومنت دیگر رو میخونم و بعدم شما آمادگی بگیرین برای استدیوتون که آهنگ دیگر رو اجرا بکنین. نبیل جان پارسا نوشته کردن: سپاس از شما فوزیه جان بانوی گرامی از برنامه زیبایتان که با دعوت هنرمند بی‌بدیل، ادیب و شخصیت ناب و افتخار آفرین کشور شب ما را رنگین نمودید. به به، چقدر مقبول. شما از نبیل جان پارسای
نازنین شهدخت زیبای وطنم دنیا سپاسمند هستم. حتما ساغر جانم چیز گفتنی داره برای نبیله جان پارسا. فاوزه جان گل، نبیله جان پارسا یکی از خب بله آله آنه خلی جان آماده اجرای آهنگ خود هستند. بعد از آهنگ من دوباره سوال نبیله جان ازشان بپرسش میگیرم. آله بین که آهنگ بگیریم بشتریم. اوکی. آهنگ بیاین که با هم ببینیم و بشنویم، لذت بریم و بعد من حتما ناما و سوالات شما را از خلیل جان ساغر و پرسش میگیرم مثل همیشه. آهنگ آماده نشست، با هم یک جا میبینیم.
بسید خورا را ایران نکردی، نگویم زن چی کردی یا نکردی. نام خدا، نام خدا، که چقدر آهنگا پای در پای بسیار مقبول. خلی جان ما نظر نشه، واقعا که آهنگای بسیار مقبول میخوانن و بسیار صدای رسای خوبش دارن. هر یک شما تعریف کردین. بانو نجلا جان کارمند، تشکر از شما که سوال کردین که ناوقت شب است که خلی جان لایف در خانه است. باید بگویم که خلی جان در خانه خود یک استودیو بسیار خوب دارن، هیچ کس هم مزاحمت نمی کنن استودیشن. خب می فهمید شما استودیو اکثرا بسته می باشه تا صدا داخل نشه و صدا هم کس دیگر هم مزاحمت نکنه. خاطرتان جمع باشد، در استودیو خود هستن، برنامه لایف است و برای شما هنگای لایف خود اجرا می کنن. ممنونتان شبانوی نازنین من. خب من ببینم که دیگه کدام تا که خلی جان در جای خود تشریف بیاره، من ببینم که دیگه کدام سوالات. خب خلیل جان نام خدا شنیدین و میبینین. بازم صفی جان پامیر سوال، صفی پامیر سوال کرده ساغر عزیز از آهنگایی که اجرا می نمایید چند فیصد راضی هستید؟ گرفتین سوالا؟ خب فوزه جان گل، با سوال با پیام بانوی بسیار ارجمند، بسیار پروتوفت و شخصت ناب که همیشه با تحریرات دلنگیز و افتخار بخش که یکی از دوستای بسیار خوب هستن، نبیله جان پارسا رو پیشتر یادآوری کردن، پیامشون رو خواندن، که بازگذاری میکنم که واقعا من افتخار میبخشن. تشکر یک جهان ممنون، قربان دستان گلگونتان که زیبا می نویسد، واقعا یک شخصت ناب هستن، یک جهان ممنون. بله
خب و همچنان محترم عبدالله وفا عزیز، حضورتان در برنامه ساعت بازرین یک دنیا سپاس میگم. خوش هستم که شما عزیزم شب در اولین بار در برنامه ساعت بازرین دارم و آرزوم که همیشه برنامه ساعت بازرین بیننده باشین، تلویزیون زرین بیننده باشین و حضورتان همیشه گرم و قابل ستایش هست. از شما عبدالله وفای عزیز یک دنیا سپاس میکنم. خب و همچنان جمیله جان نورستانی ما را میبینن و بسیار کامنت مقبول نوشته کردن که مطمئن بخانش میگیرم. پیش از اینکه ما کامنت بخانش بگیرم، از بله قدسیه جان ترین نوشته کردن که خلیل جان یک آهنگ پشتو زمزمه میکنم. فوزیه جان عزیز، قدسیه جان شما میخواین که لایف آهنگ زمزمه بکنین، حتما ما شما را در آخر برنامه در لایف میگیرم زمزمه بکنین اگر خود شما میخواین. و من میفهمم که منظورتان یک آهنگ پشتو زمزمه میکنم نوشته کردین و یایی که از خلیل جان خواهش کردین که یک آهنگ پشتو زمزمه کنن. خب هر دو درست است، اگر خود شما زمزمه میکنین امکانات است و اگر خلیل جان هم زمزمه میکنه امکانات است. از حضور گرمتان یک دنیا سپاس میکنم نازنین من. آریا جان نبرد من نازنین که ما را هست امیل لحظه ما را میبینن، ما برشان سلام میفرستم. آریا نبرد پرنسس خوهر، خوش هستم که در نشرات هستی، حضورت بر من همیشه قابل ستایش است، مثل همیشه دوست دارم بیننده خوب و من خوهر مهربان من پرنسس نازنین، دنیا دنیا ممنونتان. بله و ببینم که یک کومنت بسیار خوبش بود که من میخوایم که مو کومنت بخانش بگیرم از خوهر بسیار نازنین ما. بله نجمه جان نجات نوشته کردن خلیل جان نازنین ممنون شما، امی لحظه پروگرام شما را به مردم دلشکسته وطن پرستادم، به اندازه خوشحال شدن در این روزهای سیاه و تاریک، دلشان شاد گردید، پشت سر هم مسج میفرستن، دعا میکنن. نجمه جان تشکر، حتما خلیل جان هم به شما گفتنی داره، شما خیلی بانوی مهربان و نازنین هستین، خود شما چقدر مهربان هستین که برنامه را در افغانستان تقسیم میکنین و بر ما هم میگین. و خب خلیل جان چقدر کامنت مقبول نوشته کرده بودن نجمه جان. بله قربان لطف و محبت همه ایشان، همه دوستایی که واقعا خواهر ما زحمت کشیدن و در این وقت شب و ناوقت شب همه است افغانستان، اونا بیننده هستن، افتخار بخشیدن، عزت بخشیدن، به عزت خداوند پاک باشن. برادر ما پیشتر یک سوال کرده بود، احترامات تقدیم میکنم برشان. ما از آهنگای خود، از خواندن خود چقدر راضی هستم، این را میگذاریم برای شنونده ها و بیننده ها که اگر قابل پذیرششان باشه، یک هنرمند که است فوزه جان، مردم احوام و هموطنش هنرمند و هنرمند میسازد. اگر قابل پذیرش مردم باشه، ما پیش یک با دست یک هموطن خود هستیم که یک هموطن ما را هنرمند بسازه، ما خودمون نمیتونیم خودمون هنرمند بسازیم. اگر تشویق دوستا باشه، ما در طول هم یک 3 سال آخره که ما زیادتر بیشتر یکم اگه فعالیت دارم در موسیقی، واقعا ما را بسیار بخشیدن، افتخار بخشیدن و ما را واقعا اینقدر تعریف و توصیف میکنن که ما واقعا قابلیتش ندارم، ولی خواهش میکنم من عزیز ما است که مرا واقعا یک هنرمند خطاب میکنم و گوش میکنم، در آینده چیزهایی را برایشان پیشکش کنم که واقعا استودم باشه و کمپوزای نو باشه و چیزهایی باشه که قابل سازندگی باشه. بله همچنان برادر بسیار عزیز و مهربان، دوست خیلی فریخته محترم میرویس محبوب نوشته کردن بانوی عزیز فوزیه جان تشکر از شما بخاطر راه اندازی همچون برنامه های متنوع و جالب. از شما یک دنیا سپاس. تلویزیون زرین، کارکنای تلویزیون زرین همیشه در صدد ازی هستن که بهترین ها را برای بیننده های خود عرضه بکنن و بهترین برنامه ها را تولید بکنن تا مردم ما و شما که بر تلویزیون زرین میبینین لحظاتتان با تلویزیون زرین خوش باشه و برنامه باشه که شما ازش هم بیاموزین، هم خوش باشین و هم یاد بگیرین و همه چیز. این تلویزیون زرین در خدمت شماست. ما یک روز دیگه هم گفتم بخیر و این تلویزیون زرین یک تلویزیون کوچک افغانستان خواهد بود و خواهد شد.
از حضور هر یک شما سپاسگزار هستیم. کوشش میکنیم که تلویزیون زرین یک افغانستان کوچک بسازیم تا همه گرد هم بیاییم، با هم بیاییم. البته ناگفته نمانه که ما همکاری شما عزیزارا ضرورت داریم. با نظریاتتان، انتقاداتتان، مشورت، هر چیزی که لازم میبینین با ما در وجود برنامه سازان تلویزیون زرین کمبودی میبینین بر ما بنویسین، ما حتما در نظر میگیریم و هر آنچه پیشنهاد دارین میخواین که در برنامه ما گنجیده شوه، یعنی زیادتر شوه، حتما نوشته بکنین، ما در خدمت شما عزیز هستیم. از شما یک دنیا ممنون برادر عزیز محترم محبوبی. خب و همچنان جان قلب بخشین، یک بار پوزش که در حرفتان خواهر ما که نوشته بود که در افغانستان واقعا در یک آشفتگی و بحران ناگهانی که سر مردم در کابل افغانستان آمد متاثر هستم و تاثر برانگیز است که از خداوند پاک برشان صبر و شکیبایی تمنا میکنم که در یک آشفتگی ناگهانی قرار گرفتن. که واقعا ما وقتی که در اوایل که خبر شدم در هلند مشاق دیدم بسید این آشفتگی و این بحران که در افغانستان آمد، واقعا آفرینشان که آفرینشان آمد. حالاتی که زندگی میکنن بسیار مشکل است، بسیار مشکل است برایشان، سمیشه که بایی تمنا میکنن. خب بله خلی جان، بازم برنده خواهش آهنگ کردن و میگن خلی جان بخونه. نگفته نمانه که خلی جان هم خواندن مستر و همچنان برنده آهنگی رو که فرمایش دادن اطمان نشر میشه. و خواهر ما که قدسیه جان ترین گفتن که یک آهنگ پشتو زمزمه میکنم و فکر میکنم که خودشان میخواین زمزمه بکنن، اطمان در قسمت اخیر برنامه تلفونی که در تلویزیون زرین نشر زنگ بزنین، ما شما را وصل میکنیم و آهنگتان زمزمه بکنین. خب خلی جان آماده اجرای آهنگ دیگه تان هستین؟ با کمال میل یک مونده که پیشتر دوست ما که گفته بودن که از مرحوم ظاهر ویدای گل ما قصدارشان بودن، بله ایستان یک آهنگشان رو براتون میخونم. بله آهنگ آماده، خلی جان آماده اجرای آهنگ است. با هم یک جا میبینیم، با ما باشین که واقعا مقبول میخونه. امشب شب ما بسیار چراغانی و مملو از محبت است و محبت هر یک شما رو ما هم ستایش میکنیم. خب تا خلی جان فکر میکنم که آماده هستن. بله خب ما خیتا که خلی جان آماده میشن یک کومنت هم دیگر میخوانم از جمیله جان نورستانی. نازنین بیننده همیشگی برنامه ساعت بازرین و بیننده تلویزیون زرین، جمیله جان نورستانی قشنگ ما نوشته کردن نقش موسیقی با آغاز تمدن بشری برمیگردد. دانشمندان موسیقی را هدیه از مادر طبیعت دانسته هدیه را از ما در طبیعت دانسته اند. یونان باستان موسیقی را به عنوان هنر موزه ها تعریف کرده و فیلسوف بزرگ افلاطون نیز گفته موسیقی برای روح هم مانند ورزش برای بدن است. موسیقی برای روح هم مانند ورزش برای بدن است. موزه ها یا موسه ها الهی ها الهام بخش ادبیات علم و هنر بوده اند. از جمیله جان نورستانی یک دنیا سپاس می کنم از این مطلب زیباشان. خب آهنگ آماده اجراست، با هم می بینیم که ببینیم که خلی جان ما کدام آهنگ اجرا می کنن. با هم می بینیم و لذت می بریم. سفر می کنی
شبانی نام خدا، نام خدا. ساغر جان، خلیل گرامی، نظر نشین، بسیار مقبول، بسیار مقبول. واقعا که برنامه امشب ما زیباست و همه توصیف تعریف کردن که ما از همه بینید خود یک دنیا سپاس میکنم از محترم عارف عزیز که از آلمان ما را میبینن. درود میر تقدیم میکنم و خوش هستم که برنامه امشب ما را میبینن و با ما هستن. و همچنان خواهر شبانوی بسیار نازنین ما نجمیه نجات گفتن که من از امریکا هستم، تصادفا امشب برنامه شما را دیدم که بسیار خوشم آمد، بسیار فوق العاده است. خانم نجات نازنین، شبانه فرخته، روز دارم که همیشه بیننده باشین و همیشه با نشرات تلویزیون زرین باشین و با ما باشین. حضورت همیشه قابل ستایش است نازنین. و همچنان بله محترم همکار بسیار عزیز و مهربان ما، واقعا همکار با استعداد آرون جان آقتاش با ما هستند که نوشته کردن سلام و درود میره مرا هم تقدیمتان محترم آرون اقتاش عزیز. و به این ترتیب بله ماری جان وداد نوشته کردن خلی جان امکان داره که کنسرت اجرا کنند تا از نزدیک آواز مقبولشان را بشنویم. حتما خلی جان میگن که چه وقت بر شما کنسرت خواهد دادن. محترم نصیر احمدی نوشته کردن به عمر شما برکت، همیشه شاداب باشید. محترم نصیر عزیز، خوش هستم که در تلویزیون زرین هستین، حضورتان قابل ستایش است. انیسه جان یونس از استرالیا با ما هستن، حضورشان قابل ستایش است. یک دنیا سپاس میکنم و از سالگرد تولدشان برشان تبریکی میتم. و همچنان عایشه جان با ما هستن، ایسان جان کلندر با ما هستن که حضورشان گرم و قابل ستایش است.
عارف جان احمدی عزیزه، باز درود و مهر میفرستم، خوشحال هستم که در برنامه تلویزیون زرین هستن و با ما هستن. خاطر جان ابوی نازنین با ما هستن که برنامه رو توصیف تعریف کردم که خاطر جان قشنگ ما خودش قابل توصیف و تعریف است. بله سید مهدی، سید مهدی نجیبی فوزی جان فرمایش من را فراموش نکنید. من نمیفهم که فرمایش محترم نجیبی عزیز فرمایش شما چی بود، دوباره نوشته بکنین اگر وقت شد. زنگ نایخ مخصوص چی زنگ گرفتم. بله همچنان بله آریا جان نبتمن از محبتت یک دنیاست. سعید مرتضی، سعید مرتضی عزیز حضورتان قابل ستایش است. خوش دارم سلام فرجان، مهمان برنامه شما واقعا صدای عالی و زیبا دارد. و همچنان مابوبه جان سحر از عالم بنیده است، حضورشان گرم و خوهرم نازنین من، خوش هستم که در نشرات تلویزیون زرین هستین. خب بنیده عزیز تلویزیون زرین، طوری که میبینیم بله طوری که میبینیم برنامه عایشه جان یونس حضورشان قابل ستایش است، درود مهر میفرستم شبانوی فرخته، خوش هستم که در نشرات تلویزیون زرین هستین. فکر میکنم که وقت برنامه ما کاملا فکر میکنم که دقایق بسیار آخر است. ما از پیش از اینکه خلیل جان آهنگ دیگه خدا برای شما عزیزا اجرا بکنن میخواهیم که ازشان یک دنیا سپاس بکنم از اینکه دعوت تلویزیون زرین پذیرفتن و ما از تمام بیننده های خود یک دنیا سپاسمند هستم که برنامه ساعت بازرین تلویزیون زرین همیشه حمایت میکنن و با ما هستن. هر یک شما قابل ستایش هستین و این زرین هم کوشش میکنه که بهترین ها را دعوت بکنه و با بهترین ها گفت و شنود داشته باشد تا خاطر هر یک شما نازنین را خوش داشته باشد. خلیل محترم، خلیل ساغر عزیز، آوازخوان خیلی محبوب و دوست داشتنی، ای که دعوت برنامه ساعت بازاری نپذیرفتین امشب با ما بودین، از شما یک دنیا سپاس میکنم. بر شما موفقیت های بی شما رو بی پایان آرزو میکنم. قربان لطف و محبت شما، از شما که مرا دعوت کردین، زحمت کشیدین، زحماتتان قابل ستایش است و قابل تحسین است. از استدویتان یک جهان ممنون که زحمت کشیدن و دوستایی که حضور داشتن نوشتن و بنینده بودن یک جهان سپاس هم به ایشان در انسجام با فامیل محترم خوش و آرام و دور از گزند روزگار در همان الهی تمنا میکنم. یک جهان ممنون. خب بنینده عزیز تلویزیون زرین، ما همچنان از محترم حبیب الله که ما رو میبینن در دنیا خب خلیل جان شما برین خیلی آمادگی آخرین آهنگتان رو بگیرین و تا شما اوجه برین من میتونم که یک چند کمنت دیگر بخوانم، گرچه خدافزی هم کردم ولی ناگزیر هستم که اگر بخوانم. خب شما بفرماین به خاطر جای آهنگتان و جایتان تشریف ببرین. بله توریالا جان، توریالای صدوزای بله تو که با ما هستن و ما رو میبینن که ازشان یک دنیا سپاس و امتنان میکنم که برنامه ساعت بازرین یک جا محترم توریالای با ما میبینن. خب و بله همچنان عایشه جان اینوس نوشته کردن سلام به شما و مهمان محترم تان، آهنگای دلنشین شان از عایشه جان اینوس یک دنیا سپاس میکنم و خوشنود هستم که ما را میبینن. آهنگ بیا شبهای مهتاب هم از استاد ناشناس، حتما ما وعده میکنم که خلیل جان بار دیگر دعوت میکنیم آهنگ استاد ناشناس برای شما بخوانن. خب آهنگ فکر میکنم که آماده اجراست. بله خب بیان که آهنگ هم بینیم و من میتونم که با بیندای خود خدافزی کنم. بیندای عزیز تلویزیون زرین تا برنامه دیگر هر یک شما را به خداوند میسپارم، جایی که روز از روزتان بخیر، شب از شبتان بخیر، مثل همیشه در امان الهی باشین، دور از گزند روزگار و ای زرین شما بهترین ها را براتان آرزو میکنن. تا برنامه دیگر خدا حافظ. امشب با کسی دل من گوه
امشب